اوکی، بیسات شما یا بذات هشم اتبارخ. از پاراشای شلخ میگیم، میدونید زرق قدش می نویسه که این پاراشا که ناراحت کننده است، چیزی که میخونیم که مثلا میخونیم میگیم رس به این پاراشای میگه وا ببین اسرائیل چه گناهایی کردن اینا. نه نه نه، از گناهای اسرائیل تو این پاراشا میتبوت ما گرفتیم، میتبوت داریم. یعنی مثلا نیسو خیاین که روی میز به یخ میریزن، میاره توی مدراش که این اومده تیکون برای گناه مرگلیم. یعنی اگر گناه مرگلیم نبود ما نیسو خیاین نداشتیم روی قربانیا. مثل یعنی که آخر پاراشا ما مکوشش برای چی؟ مدراش به یکش بار خود مشرب بنو گفت، میدونی چرا این طرف مشرب بنو گفت، میدونی چرا این گناه کردش این طرف؟ بخاطر این که میسوایی نداشت که یادآوری بکنه که سی سید بندازه، که ببخشید که شباته. هاشم میگه اوکی راست میگی، تفیلین روز شبات نیست، بعد یه میسوایی میبینم که هر روز هستش. چه میسوایی؟ میسوایی سی سید که اینطوری یادآوری بشه، یادآوری باشه که پس. یعنی ما میبینیم که میسوایی این چیزی که از به ما میگن که دوله خسیدوت، که از گناهای اینا میسوا شده. چه میسوایی؟ یعنی که ما میام تورا رو میخونیم، با خوندن تورا میتوا میکنیم، یعنی گناهانش شده میتوا. و میشه یه جور دیگه هم فهمیدش که یعنی از گناهای اینا ما میتوات به دست آوردیم، میتوایی رو گرفتیم. اینکه به خاطر مرگنیم ام اسرائیل بیشتر با مشه رابنو بودن، بیشتر تورا جذب کردن، بیشتر تورا یاد گرفتن. و پس بیام اینجا توی اسم پاراشا میگه زرع قدش هست شلخ، که ما سالفشم گفته بودیم 338 میشه 13 مرتبه اسم هشم، 13 تا میدای رحمی، یعنی خصلت های هشم که ما میدونیم که این پاراشام مقدارش رو نوشته از یک میدو تا رحمیم. یعنی که این پاراشا رو که میخونید معرر میکنه رحمیم هشم و میتورر میشه. و همونطوری که تو پاراشای که تیسا ما میخونیم تو خطا اگل که 13 تا میدو تا رحمیم هشم اینجا شد، همینطور هم اینجا مشرب بینو چند تا از میدوت رحمیمو میگه، هفتاشونو میگه. و در این پاراشا ما میبینیم یه یود بزرگ داریم که بهش میگیم یگدل نا کوه خشم که اشر دیبرتا. یود بزرگ نوشته شده یود رباتی، که میدونیم یود اونم نشون دهنده رحمیمه، یعنی رحمیم خیلی زیاد. و همینطور هم ما میبینیم داستان دیگه با یود، که یود اضافه میشه به اسم یهوشع، که همونطوری که در اسم در سفر زرع کدش میاره و اینو واقعا ما میخونیم تو همینطور هم ابیر یعقوب مینویسه، میگه چرا موشه رابینو یود اضافه کرد به اسم یهوشع و چیزی اضافه نکردش به کالب، که بعد کالب میرفت تا خبرون بره قبر آوت و اونجا تفیلا بخونه. میگه به خاطر اینکه یود نشون دهنده خخماست، و توی یود شما اون بالاش چی داری؟ کتسوش یود هست که نشون دهنده سفیرای کتره، و سفیرای کتر مایه تو میاد تو تومر دورا خوندیم که کولو رخمیمه، اونجا هیچ بدی وجود نداره. و اینجا مشرب بینو میگه و اتا یگدل ناکو اخشم، یود بزرگ نوشته شده که بگی اشم کوخ تو عظیم بکن. یود بزرگ یعنی رخمیم گدونیم درجه کتر. و میگه به ما ابیر یعقوب که مرگلیم به یهوشع که تماشا میکنن به اسمش میگفتن این چه اسمه تیه؟ هوشیا. قبلا هوشیا بود، قبلا که مشه رابینو اضافه کنه یودو هوشیا. درسته تورا ما اینا یه مرتبه گفتیم که چرا تا الان تو تورا نوشته بوده یهوشع؟ به خاطر اینکه تورا آمده چیزی که بعدن مشه رابینو کاری که بعدن کرده رو نوشته. پس همیشه بوده هوشیا، و هوشیا رو که تماشا میکردن میگفتن این وضعش خرابه، این ه بعدش هم واو، اول ه اومده که این اوته که ما میدونیم نشون دهنده دینیمه، و بعد واو اومده، پس یعنی دینیم غلبه میکنه به واو، که واو میشه ام میشه زا زئر انپین، که میشه ام اسرائیل، میشه تیف ارت، و ه که باشه دینیم که باشه ملخوت غلبه داره میکنه رو اسمش. من مشربین من میگه نه ناراحتتون ناراحت نشین، هوای یهوشع رو من دارم، یه یود اضافه میکنن که میشه یود که واو. اوه حالا شدش فرد کردش الان،
هم بخینت زاخر اول اومده، رخمیم اول اومده و به خاطر همین احتیاج داشت به این موضوع. کالب این برنامه رو نداشت، کالب بن یفونه این موضوع رو تو اسمش نداشت. میدونی که کالب هم راشته بودشون میگه ابیر یعقوب که میشه راشته بود کالب میشه کخش لتانوت بداوت، یعنی کالب بن یفونه، یعنی این ستا رو که باشه کخش یعنی انکار کردن، لتانوت یعنی که مسخری کردن، بداوت یعنی دروغ گفتن که میشه راشته بود کالب. این ستا را بن یفونه، این یفونه بود از خودش دور کردش، دروغ نگفت، لتان مسخره بازی را نیاورد، لتانو نداشت، بداو نگفت، به این ستا را دور کرد از خودش. و هوشیا گفتیم که باستی یود اضافه میشه، میگه بعد از اینکه یود اضافه شد اون موقع شد یاه یوشی اخا، اون موقع شد یود که واو رسید یه مرتبه از هو واو که باشه درجه پایینی، این مرتبه رفع درجه یود که الان شدش یود، اومد قبلش و شدش یود که شدش درجه خخما و بینا، درجه بالاتر، طوری که به ما میگه کنگد پرتوف ابا و همچنین کتر، الان همشون رو داره اینجا، هم ابا رو داره هم کتر رو داره و هم بینا رو داره که باشه ایمایلا آ که باشه یعنی هه و در اینطوری بهش کوخت داد. پس بیایم اینجا مورای رو بتایی ببینیم چی میگه به ما رب موشه بولسون زد سل. گفتیم از کتاب زهر کدش میاره که میگه شلخ، حالا از سه جالب دیگه هم بهتون بگم از بلحتورین. بلحتورین ببینید راجع به این یود بزرگ چی می نویسه. میگه این یود بزرگ اومده بگه و تا یگدلنا کوخ ادونای که اشیر دی بر تا لیمور، میگه این یود اومده بگه که ریبونش لونام، این یود بزرگ، این ما میدونیم اینجا این امتحان دهمیه، امتحان دهمی هستش که دارن هشتم رو امتحان میکنن که بر پیکه آبود پرک پنجمی ما میخونیم ایسر نیسیونوت نیسو عبوتینو و عبوتیخیم بمیدبار که ام اسرائیل ده تا امتحان هشما تو امتحان گذاشتن، ده مرتبه. و میگه به ما بلحتوریم که اینجا داره هشم مشرب بینو از هشم تقاضا میکنه، میگه ریبونوش لولام، این بار دهمه که دارن تو رو عصبانی میکنن، تو رو ناراحت میکنن و دارن امتحانت میکنن و دارن مخالف خواسته تو رفتار میکنن، خواهش میکنن ببخششون به زخوت ده تا نیسیونوتی که امتحانایی که ابرام آوینو جد ما قبول شد. راشن بهالتون میخونی امر ایم نیسوخا اسر پامیم به اسر نیسیونوت زخور لهم سیدکت اویهم شنیسی تا اوتو به یود نیسیونوت، به یاد بیار، به یاد بیار زخوت جدشونو که ده مرتبه امتحانشون کردی ابرام آوینو رو. این ده تا جالبی که بدونیم، بدونیم دیگه که همیشه راجبش میگیم اسر نیسیونوت تو هم گفتیم مرگلیم ده هم میشه، این ده تا چی هستن برای تو ما میخونیم به زدشم. این ده تا هستن، شماره یک اولیش این هست که موقعی که رسیدن پهلوی یمسوف، قبل از کرد یمسوف گفتن همیبلی این که واریم به مصرعیم، مگه قبر نبود تو مصرعیم، ما رو اوورده اینجا بکشیم. این شد امتحان اولی، حرف اولی، خیلی حرف بدی بود. هشم این های برای تو معجزه کرده تا اینجا رسونده تو ده تا مکوت مصرعیم، بس نبود اومدین اینجا، اومد مثلا اومدین بیرون و هنوز میخوایم بگین که این ما وضع خرابه، این یه نیسایونه و هشم عکسو همه نشون نداد، کاری نکردش، یه نیسایون بود برای هشم و هشم ولشون کرد. برای دیگه میبینیم که چرا فرانوت اومد براشون دعال اینو، ولی این دفعه هشم گفت اوکی، براشون تازه معجزه هم کرد، براشون دریا رو شکافت. پس این شدش اولی. بار دوم این هستش که گفتن که و یمرو الیم سوف، اینو واقعا در تهلیم میاره که در مزمور کوف واو اونجا می نویسه که هم اسرائیل امونا نشون ندادن. چرا چطوری امونا نشون ندادن؟ با اینی که
گفتن یعنی بعد از که ببخشید بعد از که یمسوف رد شدن معجزه یمسوف شد، اون بعد اون طرف دریا گفتن همونطوری که ما اینجا اومدیم بیرون اونا هم اومدن، اونا میان دنبالمون، همونطوری که ما از این طرف اومدیم بیرون مصری هم الان این طرف میان. میدونی که هم مصری تو کرات یمسوف از این ور به اون ور نرفتن، مثل یک نعل، مثل نعل اسب، مثل سم اسب دور زدن و گفتن همونطوری که ما اومدیم اینا از این طرف الان از اینجا به ما حمله میکنن. هنوزم میترسید، هنوزم ایمان ندارید؟ این چیزی که میگه بیام رو از یمسوف، یعنی که همونجا پروی یمسوف آردی اموناشون رو کمبود امونا نشون دادن. این شدش دو بار دوم. بار سوم براتون میگه تونتن میخونیم بزد هشم. بار سومی بود برای مان که هشم گفت مانی باقی نذارید و نگر ندارید تا و اگر بمونه تا صبح خراب میشه، و بعضی ها بودن که نگر داشتن تا صبح. و که همینطور هم بار چهارم بریم امتحان چهارمی بودش که رفتن بیرون روز شبات دنبال مان گشتن. هشم بهشون گفته بود مانی نخواهد بود و رفتن دنبال مان. بار که ببینیم پس شدش اینجا چهار مرتبه درست. ببینیم بار ششم و هفتم با هم یه دوتا هستن که یعنی دو مرتبه تقاضای گوشت کردن و تقاضای طوری که تقاضا کردن با لحن بدی بود، با رفتار خشنی بودش نسبت به هشم، با بد رفتاری. گوش ما میخوایم، چرا گوش نمیدی؟ این اون نرفتن قشنگ، یعنی اوکی ما میخوایم یه ذره گوش بخوریم. به غیر از اینکه خودشون هم جا گاو و گوسفند ورده بودن بیرون میتونن شخیطا بکنن، ولی یه به هر دلیلی نمیخواستن شخیطا بکنن و دو مرتبه این اشتباه رو کردن که تقاضای گوش کردن. این شدش بس رو هم دیگه شد اینجا 6 مرتبه 6 تا امتحان. و بار هفتم و هشتم که کمبود آب که ما اینا میبینیم یه مرتبه تو سفر شموت، یه مرتبه تو پاراشای خوکت ما میبینیم تو همین بمیدبار. پس شدش اینا رو هم دیگه 8 مرتبه. بار نهم میشه خط ها اگل. بار دهم میشه الان خط همه رگلی دهمه. همین رو ما گفتیم برای اینکه بدونید که اگر تورای مقایسه میکنه که الان ما دیدیم بل هتوری این کار رو میکنه و مدراشیم های دیگه که تو پرک آبوت هم ما میخونیم، ده مرتبه هشم ابرام آبین رو امتحان کرد و ده مرتبه هم اسرائیل هشم رو امتحان کردم. پس این دهتا مقابل اون دهتاست، یعنی مقابل اینا مقابل هم دیگه هستن. به خاطر اینکه رمبن می نویسه، رمبن به ما میگه بدون که معسه آوود سیما لبانیم، یعنی هر اتفاقی که افتاد برای ابراهیم اسحاق یعقوب این یک سیمانه برای بچه هاشون. پس یعنی این دهتا مقابل این دهتاست و ما میدونیم امتحان آخری ابراهیم آبینو چه امتحانی بود؟ عقیدت اسحاق. پس خط هم برگلیم برابر با عقیدت اسحاق میشه، امتحان عقیدت اسحاق. حالا ببینید چقدر قشنگ اینا به هم دیگه جور میشن، درسته؟ به چقدر به هم دیگه اینا میخورن، درست؟ ببینید در گمارای سنهدرین در فتت میاره که روی پاسوکی که تو عقیدت اسحاق نوشته کخ نائت بینخا، و گمارا میگه نا که نوشته که هر صبح اینو میخونیم عقیدت اسحاق، میگه نا میشه لاشون بکاشا. میدونید که باید به بعضی میگن عقیدت اسحاق که آدم موقعی مینخا بخونه قبل از تفیلای مینخا. پس من میگن اگر اینکه کسی صبح نخون خواسته مینین برسه و اینا قبل از مینخا بخونه اقلا، درست؟ عقیدت اسحاق. و anyway پس میایم اینجا ببینیم که هشم به مشرق به ابراهیم آبینو میگه دیگه ازت خواهش میکنم این امتحان رو قبول بشو که نگن اولیا مماش نداشت. یعنی اصل نیسایون ابراهیم آبینو چی بود؟ ایکاری همش بسته، همه اون نه تا دیگه بستگی داشتن به این به آخری به عقیدت اسحاق. به خاطر همینه که سامخمن ساتان بیشتر توی این نیسایون میاد جلوشو بگیره. نیستانی های دیگه ما هفت از سامخمم نمیشنویم،
اینجا بود که میاد خودش شکل یه رودخونه میکنه، تا اینکه ابراهیم بینو میگه یمن ادنافش، میاد میگه شاید اشتباه کردی، شاید اینطوری، شاید نه، شاید منظور این بود، همه اینا همش میاد میخواسته نیسایون بیاره برای ابراهیم بینو که پشیمون بشه، چون که این اصلش بود. اگه اینو قبول میشد اون موقع، یعنی در سید انتخاب شدی برای بودن پدر ملتی که در آینده عالم حبا دارن، ملتی که بهشون در عالم حباشون هشم بهشون پاداشای زیادی میده، و من جمله شخیتا شدن سامخمه. پس یعنی سامخمه میترسید از این نیسایون، چون اگر اون بدون نیسایون رو قبول میشد اون موقع یه ملتی میومد که در زمان این ملت که اومدهش هم این زبخ لحشم به باطرا، یعنی چه زبخ لحشم به باطرا؟ باطرا میگن که یه جایی توی عراقه، یعنی منظور یعنی گمارا میگه سامخمه و هشم در آینده میاره گمارای سوکا میگه و شخیتاش میکنه، یعنی که الف لامدشو میاره بیرون، میمونه فقط سامخمه که دیگه هیچ چه نداره، کوخ نیتسوس قدوشاشو ازش میگیره و از این میترسی سامخمه. به خاطر همینه که میمد هر کاری بخواد، هر کاری که تونست بکنه که و تا حتی موقعی هم که شخیتا نتونست بکنه. اوکی، بعد نخز به کرناب، این عیل یه قوچ نخز به کرناب، یعنی اینکه برای اینکه این عیلم بیاره ساتان اومد جلوشو بگیره و این شاخهاش توی بوته ها اینا پیچیده شدن، یعنی هر لحظه سعی کرد میخشور بیاره که این کارو نکنه. بله، لخورا یکی مثلا تماشا میکنه میگه خب این موگی یخیدت اسحاک این چه خودشی توش هست؟ ما میبینیم که خود ابراهیم آبینو نیسایون اولیش این بود که انداختنش توی اورکستیم و اونجا تا حتی بالاتر بود نیسایونش، چون اونجا هشم بهش نگفت، از خودش با خکیرهایی که کردش از مغز خودش فهمید که هشمی هست و حاضر شد خودشو جون خودشو بده واسه این هشمی که خودش بهش پی برده فهمیده. پس اون بالاتر لخورا اکدا اورکستیم مدرگای بالاتری هستش، پس چه خیدوش اینجا هستش توی اکدا؟ جوابش اینه که تو زوار حکادوش میگه تو پاراشای ویرا میگه با یار تماکم مراخوک ماکم، میدونیم که لقب هشمه که ابراهیم آبینو ازش حساگوتش گرفته شده بود برای اینجا، یه اون ابراهیم آبینو قبلی نبود، مدرگاشو هشم ازش گرفته بود، یعنی رسیه این تیمتوم بهش میگم رسیده بوده بده به تیمتوم، یعنی قلبش رو گرفته بود و فکرش دیگه مثل قبلا نبود که اینقدر با هشم باشه و یاره هشم هشمو از دور میتونست فقط ببینه، یعنی توی قلبش کوشیوت داشت روی هشم که هشم من تو گفتی این بچه تو یک کار لخازاره و الان به من میگی شخیتاش بکن و سوالای دیگه و میگه با این مطلب نبکش بکنی ابراهیم بینو همش داشت میرفت جار میزد به همه که مولخ رو نپرستیم، بچه هاتون رو نبریم برای این بوته بکشینش و الان داره خودش میره این کار رو بکنه و همه این تیم بینش میگم مراخوک، یعنی از هشم دور شده بود تو فکر و ذهنش و با این مطلب با این حالت رفت گوور بود رو خشخت حلب و موخ و تیمتون موخ شالیت الحلب و نیساین قبولی شدش، یعنی این بزرگیش بود که موقعی که پایین درجه پایینی بودش تو باز با این حال حاضر شد شخیتا بکنه بچه‌شو بیاد و که و رفت هر هموریا ابن شتیا کودش که بعدن شدش کودش کودشیم و میگه و پیش خودش میدونست که این جایی که داره میره جای مقدسی، گفت شاید برم اونجا من احساسام برگرده اون تیم توم حله و بره، ولی هنوز برنگش، هنوزم اونجا تو خوشخ بود و این چیزی که زوهر اقادوش میگه نیسایون ابراهیم آبینو نیسایون بزرگی شدش و این نیسایونی ما هست که هستش که ما داریم در زمان ایک داده مشیخا که هستر پانیم هستش، مخصوصا این ماهایی که الان به گفتیم از خواب سیمان داریم نزدیک میشیم به ماهای تموز و آب، میگه و کوشیوت هستش و خیلی ها سوال دارن روح حکادش باروخو و ربی ملخ چود روی پاسوکی هستش که نوشته به هایا اکفتیشم اون
میگه وهایا یعنی سیمخاست. میگه میدونی چه موقعی سیمخا هست؟ موقعی که اکف یعنی در ایک بداد مشیخا تشمعون المیتبوت هشم، موقعی که در زمانی که در اکف هستیم که حس نداریم، مثل پاشنه پا، مثل که حس نداره، و اون موقع وهایا و یا اکف تشمعون، میگه موقع سیمخا هستش، موقعی که اون موقع هشم رو عبادت بکنی، به هشم حرف هشم گوش بکنی، موقعی که هستر پانیم هستش. و این چیزی هستش که ملاخ میگه به ابراهام آوینو، یان اشر آسیتا تدوار هزه، میگه کی بارخ ابارخ خا اکف اشر شمعت تا بکلی، یعنی اکف تو اکف بودی، تو خوشخ بودی و باز با این حال تو خوشخ بودی میسای مرا انجام دادی موقعی که تو مطب اکه بودی. و این میشه معصه آبود سیما لبانی، یعنی ابراهام آوینو بسه ما راه رو باز کردش که ما هم تو اکبتاد مشیخا الان که هستیم، توی ماهای سختی که وارد میشیم تموز آب، میسیونوت زیاد هستش، سوالها زیاد هستش، و باز با این حال شما عطا به کلی اون موقع این تولید سیمخا میکنه تو شما، و هایا میشه سیمخا، و هایا سیمخا هستش که موقع اکف تشمون به کلی. پس و ما میبینیم این موضوع در نیسایون اسیری که باشه ما رو مرگلیم که گفتیم مخوبان هستش برابره با اکدا، میبینیم که اینجا اتفاق افتاد. اونجا توی اکدا سامخمم خیلی اومد چوب لا چرخ بذاره، درست؟ اینجا هم همینطور. اگر این که مرگلیم این نیسایون قبیل میشدن وارد ارث اسرائیل میشدن با موشه ربنو، اون موقع دنیا میرسید به تیکونش و دیگه سامخمی وجود نداشت. میگه ولی متاسفانه به خاطر ختم رگلیم ما میدونیم که با تو میدبار بوندن و این باعث شدش که موشه ربنو هم میخونید پاراشای خوکت، اتفاقایی که اونجا افتاد، هیکا و سیلا اینا اونجا، و اونجا باعث شدش که نره. یعنی که طور دیگه میشه گفت به خاطر اینکه این دوره‌ای که از میسرایم مشربین اوورد بیرون که اینا شاگرداش بودن توی میدبار بودن، به خاطر همین اونم باید میموندش، اونا وارد نشدن تا وارد میشی به معلمشون هستی، رابشون هستی، باهاشون تو میدبار میبونی. و یه تراشه آم میگه اینا روی خزن مینویسن که مشربین تو میدبار بوند که دل لهاوی طور همیدبار لاتید لابو. مدراش میگه که برای این که در آینده بتونه این ملتشو بیاره تو ارث هکودش باید باهاشو میموند. و از این گالوت اومد، چون که مشرب بنو نیومد. چرا نیومد؟ به خاطر مرگلیم نیومد. پس الان ما گالوت داریم، خوربان داریم متاسفانه. همه این اتفاقا افتاد و کلیپای امالک و کنعانی بنی اناک همه اینا روشون تسلط پیدا کردش. و میدونید از قول ربی کالیسکا می‌نویسه که یه نامه می‌نویسه از ارس حکودش، خودش اونجا بود، نامه می‌نویسه به خوست دارس، میگه بدونید، میگه کسایی که اول میان ارس اسرائیل احساس میکنن که یه ریدا دارن، نفیدا دارن که میفتن از مدرگاشون، و یه موقعهایی صدیکی ما تا حتی میتگعگعین، میگن ما موقعی که اونجا بودیم کشور قبل از که بیایم عبادت هشممون بالاتر بود. میگه چرا؟ میگه این داره همین موضوع سامخمه که نمیخواد که جبریشی میگه ولی بیا اولاشه، میگه ولی بعد که میتگبر بشی میبینی واو عبادت هشمت اونجا خیلی شیرین تره، خیلی با احساس تره موقعی که اونجا ساکن بشی به ذات هشم. میگه و میدونیم همه این ماها پیروش معروف رب شیمشو مستروپالیا، اینا فکر نمی کنم کسی باشه که ندونه، روی پاسوک بهیامیم یه می بیکوره اناویم که میگه بیکوره اناویم اومده به ما بگه که اینا روزهای تموز آف بود، فقط به اوتاش ها که شیریم هایو، یعنی روز 29 سیوان که فرستادشون مشرب بینو، اون روز ساعت کاشر بودن. میگه رب شیمشو مستروپالیا یعنی میگه اون ساعت ساعت خوبی بود، ساعت کوشری بود، ساعت کاش مخشر بود، ولی بعدش رفتن تموز آب.
و این چیزی که پاسوی میگه ویامی میمه بیکوره اناویم، بیکوره یعنی میشه اوتیوت قبل از اناویم، بیکور مثل بخور میادش قبل از اناویم. شما اگر اوتیوت قبل از اناویم رو بگیریم اون موقع عین قبلش سامخه، قبل از نون ممه، قبل از بت آلفه، قبل از مم لامده که میشه سامخ مم آلف لامد شم رحم علینو. میگه قبل از یام یامیم یمه بیکوره اناویم. و میدونی که یود هم اونجا داره، این یوده موضوع خیلی مهمیه که یود یودش حساب نمی کنه همشه شما سرپالی و همه میگن پیروش میدن اینطوری میگن چون که این یود خونده نمیشه. شما میگی اناویم میتونه نقطه باشه زیر بت، احتیاج به یود نداری، درست؟ پس یودش حساب نمی کنه. و میگه رب شمشون مسترپالی ها میگه به خاطر همینه که میگه ویتخزکتن بعد شما میتخزک باشین و ملکخته میپری آرس برای این که بتونین غلبه بکنید، چون که این ماهایی که دارین شما بیلین میری گول ماهای سامخ میمه بیگامه بیکور علاوی. اوکی یادم این یوده سوال هستش، میگی اوکی یود به خاطر اینکه تو تلفظش این یود خونده نمیشه و ولی این نوشته داره میگی اوتیوت قبلش توی تورا یود گذاشته اناویم، درست؟ تو بس موقعی داری میگی اوتیوت قبلش رو حساب میکنی، پس بایستی هر اوتی که نوشته شده بایستی اوتی قبلش رو حساب بکنی. نمیتونی این جواب به این همینطوری جواب به این ساده ای بدی. و یه چیز دیگه که باید بفهمیم این هستش که یهوشوع و کالب اینا از میوه ها نیوردن. مگه بهشون نگفت مشربنو دستو داده بهتون میگه بیت خزکتم اول کختم میپری آرس، واسه مشربنو بهشون دستور داد گوش که لاکخت اول کختم میپری آرس بایستی بعد میگرفت بیاد میوردن به لاکخت میپری آرس. بس میتونیم بگیم که اصلا کالب و یوشا برف مشربنو گوش نکردن، اون دهتای دیگه گوش کردن میوارو آوردن. حالا درسته کواناشون بد بود و ما خزن میگن که چرا نگی بردن، چون که میدونن کل اتمام تموم دلیلی که اینا دارن میوه ها رو میارن این دهتای دیگه فقط برای اینکه دیبای آرس رو بگن، میخوان بعدی ارس اسرائیل بگن، بخاطر اینا نگی بردن. ولی مشربنو بهتون گفته بیارید مثل میسوای اورکخته میپری پاسوکی که میگه اورکختم لاخم پری اتادار، اورکختم لاخم پری اتادار. و خخامی میگن از یاد میگیریم که هر کسی بایستی بیاره، یعنی نمیتونی بگی اینا یوتسه شدن و اون دهتای دیگه که اووردن، اورکختم مثل پری اتادار میمونه که میسواست برای هر کسی، اینجا پس میسواستش برای هر کدومشون اورکختم میپری آرس. و چطور از زیر این میسوا در رفتن، یعنی میسوا رو نکردن. تو سفر تورات موشه میاره که روی پاسوکی که نوشته شده پاراسای پاراش این هفته که به ما میگه که کی لخمنو هم که کالب و یه هست کالب همه رو ساکت میکنه و میگه که اینا فکر میکنن اتفاقا و یه هست مثل کلمه فارسی مونه هیس میخوای بگی ساکت باش، این راشی میگه از اینجا آمده و یه هست یعنی ساکت باشین. همه گفتن گوش میکنیم ببینیم چی میخواد بگه این حرف، اولش حرفایی که میزنه به نظر میاد که داره میخواد بدی مشربنی رو بگه، اسمش هم نمیگه، بخی میگه فقط بن امرام اصلا نوزه بگه فقط این کار رو کرد بسه ما بن امرام حرفاش درسته راست میگه، اسمش هم تا نمیتونه بگه، بعد گفت بسه ما این اوورد بس اینجا این کار هم ما برای ما میکنه. و یکی از حرفایی که میزنه میگه لخمنوهم سار سیرام علیهم با رخمی اکادشو ببینید روی این پاسوک یعنی چه لخمنوهم، یعنی مثل نون میمونن بسه ما، نون ما هستن، یعنی مثل نون میتونین مثل کیک میتونین آره بخوریمشون مثل نون، فقط کافیه که سار سیرام علیهم یعنی سایه از رو سر اینا برداشته بشه و ما تصید همه این هفتا ملت رو تموم میکنیم این سی و یکی پادشاه رو در میاره ختم سفر که در تو از سنباش میشه میگه مان از کجا آمده بود. این پاسوکه میگه اینطوری میگه مان از کجا آمده بود، میگه مان این نیستش که یش معنی بود از هیچ جا آمده بود، میگه مان اصاره میوه هایی بود که هشم داد پیروتی که و تبوعایی که میوه ها و قلاتی که تو ارس اسرائیل رشد میکردن و اونجا بودن میخوردن آدم ها خیوت اون میوه ها رو، یعنی
یعنی اون نیتسوت کدوش و نوتریشنش رو بخوایم بگیم، اینجا بهش میگه خیوت، یعنی کوخ روحانیشون رو هشم گرفت و گذاشت و همش رو کرد مان، یعنی پسولت موند برای سرنشینان ارس اسرائیل. پسولت یعنی قسمت بی خودش، به در نخوردش، و اصلش اون خیوتی که به این میوه زندگی میده اونو کردش مان و دادش به ام اسرائیل. به خاطر هم اینه که مانی که اسرائیل ها میخوردن نیولا با ایباریم، که گمارا میگه لخم ابریم آخل ایش، میگه مان که خوردش یهوشوا میخورد. یهوشوا هم اینه که پایین کو بود، تن نشسته بود و اونجا براش مان مخصوص خودش میومد، مو که منتظر موشه ربنی بودش تو اون 40 روزه. و ایباریم میشه یعنی جذب میشد. پسولت داداش، پسولتش کجا رفته بود؟ پری اونه که هفتا ملتی که تو ارسکنان بودن. و حالا میفهمیم که چرا اینا میمردن، برای اینکه غذایی که میخوردن هیچ ویتامینی نداشت توش، هیچ معدن عنصرهای معدنی و چیزایی که لازم هست واسه بدن، مینرالز و نوتریشن و همین ویتامین ا و بی و سی و اینا رو همشه دیگه از دست داده بود، فقط پسولت مونده بود. اینا با این پسولتی که میخوردن تو این سالا، این همه سال یعنی الان شده بود دو سال، تقریبا سال دوم بود که فرستادن اینا، دیگه مریض شده بودن، خیلیشون مریض میشدن میمردن. میگه و چون که فقط گشمیش بود، خیلی که گشمیش، و اصلیش مان شد، اون اصلش داده شد بوده به ام اسرائیل. و این چیزی که میگه، میگه کالب کی لخمنوهم، میگه اینا مثل لخم هستن که ما داریم میخوریم، یعنی مثل مانی هستن که ما داریم میخوریم روخونی توشو، و اینا فقط گشمی توشو خوردن و هیچی ندارن و هیچی براشون نمونده. اینا از حالا دارین میبینید که اینا رفتنی هستن، از اخلو فقط دارن گشمیشو میخونن که ما داریم اصلشو میخوریم. پس اینا لخمه نوهم، یعنی شدن غذای ما. سار سیلا معلهم، فقط اگه یه صدیکی اونجا هست که ز خودش ماگنشون هست، این صدیک هم بمیره که باشه ایوب دیگه، دتسید ما این صحاب این زمین میشیم به راحتی. پس حالا مطابق این بیام یه پیروش تازه بگیم. میگه رب موشه بولسون زدسل که میگه به ما اینطوری، میگه این چیزی که نوشته اولکخته میپیری آرز، میگه موقعی که موشه ربینو میگه از میبه ها بگیرید، منظور این نبود که میبه ها رو بیارید، بلکه الان که شما دارید میرین اونجا و غذای شما میشه مان که ندارید، میگه مان شما میره توی اون میبه ها. چه میبه هایی؟ میبه هایی که شما انتخاب میکنید میکنید از درخت که بخورین، هشم مان شما رو میذاره توی اون غذاها، توی اون غذاهایی که اون توی اسرائیل هست. و ما میدونیم مثلا کوخ کیدوشای پرس اسرائیل یعنی تو میبه هاشه، و اینطوری شما میگه میتونید گوور باشین ضد کوخ این ماها تو اتموز آب. من تو سفر بر مایم خیم میاره روی پاسوکی باهایا به اخلخم میلخ مارس تاریم تو رومال هشم، برای میتسبای خلا تورام که تو این پاراشا این هفته میخونیم درسته، میگه باهایا به اخلخم میلخ مارس تاریم تو رومال هشم، میگه بر مایم خیم که پاسوکی این پاراشا میگه یعنی موقعی که شما از میبه های زمین میخورین تاریم تو رومال هشم، موقع شما میرین بالا رام موقعی از میوه ها بخورین به هشم نزدیک بشین. و میگه تو کتاب بتعین سفر کادوش بتعین میگه کدوشای پروت آرس لازمه برای عبادت هشم که آدم بخوره. میگه و میگه به ما بتعین یه چیزی که برای ما مونده که مثل پروت آرس سیستم میمونه که به ما کدوشا میده، این سگولای غذاهای شباتیه کدوشت توشون کدوشت پروت آرسه، اینو بتعین میگه. و ربی روجین میگه یعنی چه که ما را میگه وخی میپری خلی پریا و ساریخ، برای چی موشه ربینی میخواد بره ارز حکودش؟ به خاطر که مگه میخواد میوه هاشو بخوره؟ میخواد نه میسواشو انجام بده؟ هشم میگه من در رات حساب میخواد میگه میسواشو کرد. میگه این سوال یعنی چه؟ چطور میتونی فکرشو بکنی که موشه ربینی دنبال غذاست میخواد بره میوه بخوره؟ یه نه منظورش اینه که ما گفتیم الان که میوه های ارز حکودش علیا میده به آدم، آدمو میبره بالاتر، لازمه برای عبادت هشم
تاریم و تروما لحشم شما میبره به تو ادیا میده موتی نون و میوه های رسکودش میخوری و گمارا میپرسه میگه آیا مشرا بینو ایش ها الوکیم که به این بزرگی هست لازمه احتیاج به میوه های رسکودش داره؟ لازم نداره. میگه منظورش اینه، منظورش اینجا تعبا نیست، منظورش نه، یعنی میگه مشرا بینو لازم نداره که این که این علیا رو بگیره. درست. پس بیایم اینجا ببینیم، پس موقعی که مشرا بنو به مرگلی میگه بیت خزکتم اول کختمی پیارس، یعنی که از این میوه ها بخورید برای اینکه شما که تو با ما تو میدبار نیستین، پس میگه پس اون نیتسوسوده که دوشایی که بهتون شیخه تو پروت آرس، اینا تو پروت آرس میره و میره تو اون خلیکی که شما برمیدارید به تو شیخه امینو و این بهتون خیزوت میده. درست. ولی اشکال اینجا این هستش که موقعی که آدم خطاکار باشه، موقعی که آدم بخواد گناه بکنه با خوردن این غذا، اون موقع این نیتوس فرار میکنه. نیتوس نمیخواد بیاد پلوی تو، میگه من بیام تو من رو بخوری بعد بیای گناه بکنی. و ما میدونیم که میگه فقط به اوتا شاک شریم هایو، موقع که وارد ارسکوده شدن بعد یه روز گذشت خودش تموز شروع شد، اینا متاسفانه رفتن تو فکرای دیگه، تو ایتسوت دیگه، تا اون حد که کالب فهمید و میرفت تکلیفان بخوند که اشمان نجات بده از دست اینا که تو دام اینا نیفتم، تو حرفای اینا گوش نکنم. بس اونا هم پسولت خوردن، یعنی قسمت مانشون فرار کرد ازشون. یه تو میشنای برای رعایا بسه این موضوع پیروش حفل آ هستش. حفل آ اینو که پیروش نوشته رو مسخه کیدوشین، بعد اونجا تو آخر مسخه کیدوشین دف پبت اونجا گمارا میگه رایتا میامخا خیا به افشیش لهم اومانوت و میپرسین شلو به سر، میگه حل و حلو لونی برو الاد شمشنی و انی وریت لشمشت کنی. گمارا میگه آیا دیدی که آیا حیوانات یا پرنده ها اینا به دنبال از اینقدر سعر داشته باشن تا غذاشون رو پیدا بکنن؟ میگه نه. میگه اینا آفریده شدن بوسه این من، پس چرا من با اصلی سعر داشته باشم؟ همه این دنیا رو هشم آفریده بوسه آدم و ریشان، بوسه ماها. درست. به خاطر همین آدم و ریشان گماره سندیری میگه آخر سر آفریده شد که همه چیز براش حاضر و آماده باشه. پس اگر اینا همشون بوسه من آفریده شدن و اینا سختی نمیکشن تو پرناسا خیاب اوف، اینا هم همیشه پرناساشون هست، من کل و خمر باید پرناسام به راحتی باشه، خورد و خوراکم به راحت باشه. الا دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه هر اوتی معسعی به کی تختی پرناساتی که با عبرهایی که کردن با کارهایی که کردن که نباید میکردن پرناسام ازم دور شد فرار میکنه. یعنی بایستی واقعا اینطوری باشه که خیلی که نیتسوتی که به آدم شیخه اینا دنبال آدمه برن و بخوان به علیا بگیرن بیان اینا، ولی به خاطر اینکه هر ریوتی معسای اینا فرار میکنن. میگه حفلا بل سفر هم میکنه تو رو پیروش گفتیم سفرش رو مسخه که دوشیم، میگه اینا فرمان اینا دارن فرار میکنن. میگه پس مطابق این اتفاقا اینجا افتادش. دقیقا شما میدیم برگلیم هم موقعی که اومدم به اتسارا و دلیلی که میخوام میوه ها رو بگیرم برای اینکه لوتسی دیبا باشه، میگه نیتسوسوت که دوشا از این میوه ها ترکشون کرد، یعنی میوه های مرده آوردن اینا. میتونی بگیم مثل آدم مرده که سنگین تر میشه، لعالینو و لعالخم برمینان، همینطور هم این میوه ها سنگین بودن، بایستی 8 نفر یه شوخه چیزو یه انگورو باید حمل میکردن. چجب 8 نفر اینجا، یکی دیگه شون یه تعنا، یکی دیگه شون یه ریمون، اینا خیوتشون رو از دست داده بودن چون که ازشون فرار کرد خیوتشون. اینا فقط پسولتشون موندش، اینا بخواد روخ خاییم دیگه نداشتن. و چیزی که روخ خاییم نداشته باشه، موقع که توش خاییم نباشه، اون موقع این سنگی میشه. درست برعکس مثلا آرون هکودش نمیشته آرون نوست نصاب، یعنی احتیاج اصلا به هم کردن آرون هکودش نبود. چرا؟ چون که همش الهیت بود. آرون هکودش کولا الوکود بود و الوکود الوکیم خیمه زنده است، احتیاج نیست که حمله بکنی، سبکه، هیچ چیز وزنی نداره. تازه اونایی هم که میذاشتن روشونشون کشکهاتی ها رو، تازه اونا رو هم داشت حملشون میکرد.
و حالا ببینیم موضوع خطو که میگه میگفتیم هشت نفر بایستی هم نمی کردن. درسته؟ هشت نفر ببینید هشت موقعی که یعنی خط به عبری هشت چیه؟ خطه گفتیم خط به خاطر این گفتم عکسو بذارید که خطم توی پاراشای این هفته گفتیم یود بزرگ داریم که این دهتا نیسیونوت و اینا و خطم داریم که این خطه بهش میگه بلحتوریم میگه ما جای خط داریم تو پاسوک بایش خاتم بمیدبار که آخر پاسوک هستش میبیلتی یه خولت هشم لحابیت ها آم هزه الهارس اشهر نشبع لهم بایش خاتم بمیدبار موشه ربنو تو تفیلاش میخونه میگه ریبونش اونام اینا رو از بین نبر نکوششون و چون که مردم میگن نها کن نتونستش هشم اینا رو وارد ارس حکودش بکنه حریف این 31 پادشاه نشد و اینا را تو صحرا کشت. میگه این بایش خاتم میگه به ما بلتوریم خطش این شبوراست. خط شبورا. و یعنی چه خط شبورا؟ خط شبورا نه اینکه واقعا مثل مثلا تو پاراشای پینخاس که ما شالوم و واوش شکست داره. خط شبورا یعنی که این خطه رو دوتا پا مستقیم بایی نساده. پاهاش باز شدن و مثل که داره میفته عکسشو فرستادم و این توی الان دیگه این کارا رو نمی کنن یعنی خیوب نیست ولی تو سفر تورایی که داشته بلحتوری این خطه یعنی جور دیگه مثل خطه ما بوده ولی باز نشسته قسمت پایینش ما هم دیگه مستقیم نبودن موازی هم دیگه باشن این دوتا خطهای پایین خط از هم دیگه دور بودن و این ثبات نداشتش خطش میگه این خط اومده بگه که عم اسرائیل خوب اوور بودن رو هشتا بریتوت یعنی که دون فارشی میگن هشتا کریتوت یعنی که هشتا عهد که هشم به بریت کارت آنوخی کورت بریت که میخونیم یعنی هشم عهد بستش دهت بستش هشتا ما این هشتا چی هستن که ما میدیم که مارای سوتا میاره یه دفلا میدزنین شما کنجا که مارا میگه که ما هشت تا چیز داریم چهار تا آرور داریم چهار تا باروخ اینطوری بگیم لیل مود و لیل امد دشمار بلستود یعنی که باسیه انجام دادن هر میتوا هشم میگه این میتوا رو بکنی براخا میگیری و این میتوا رو اگر نکنی خدای نکرده برعکسش آرور السونه اسرائیل و هر میتوا چهار تا قسمت داره لیل مود و لیل امد دشمار بلستود پس میشه چهار تا باروخ و چهار تا هم برعکس باروخ و هم گیر میشن هشتا میگه این هشتا کریت کریتود یعنی هشتا بریت هشتم بستش که به ام اسرائیل میگه و چون که اینا اوور بودن روی میتوای هشن به خاطر اینی که رشود داده شده شده ملعخه خبالا که اونم با خط شروع میشه لیفروع الخطاتان که اونم با خط شروع میشه خبالا ملعخه خبالا خطاتان و ایش خاتم این خط درست پس یه اینجا ببینیم که اینجا بایستی هشت نفر گناه کردیم و خیوت میوه ها از دست داده شد و دیگه توی این میوه ها خیوت نیست روح خیه نیست بایستی هشت نفر حمل میکردن که یعنی چرا؟ چون که هشت نفره اینطوری دارن خط تولید میکنن که میشه خاین دارن اینا هشت نفر بایستی هر هم این کارو میکردن که میدونیم خط یه قسمت خوب هم توش داره توی گمارای مناخود دف خافتت صفحه 29 اونجا گمارا میگه که چرا خط خطوته رو داره میگه خط خطو مینویسن دو تا یا یه زعین و واب مطابق عریضا یه واب یه زعین بعد بالاش مثل یه هشت فارسی این دوتا رو هم یه وزن میکنن مثل هشت فارسی درسته و این بهش میگن خطوترات گمارا میگه چرا این خطوترات بالای خط هست که دیگه تماشا کن به بالا به شهکادش باروکو خی به روموش اونا به روموش شد اونا و خاطر هم اینه که اینا بایستی هشت نفر میشدن ولی میگه میبادی یوشوا کالب اینا خیلی کل بود میباشون مثل که میبا نهی بردن که من میفهمم شاید هم آوردن و یه جایی ننوشته چه میوه هایی آوردن ولی میوه هاشون به احتیاج به هم کردن نداشت چرا؟ چون که اولا یعنی که میوه هایی که خوردن تموم خیوتی که
باید میرفت توی میوه های اون دهتای دیگه و اونا نگرفتن، به خاطر هم میگفتی میوه هاشون سنگین بود، اومد این خیوط توی میوه هایی که داشتن کاله و یهوشا میخوردن و در نتیجه میوه هاشون گمارا چی میگه؟ کسی که زاخا نوتل خلکو به خلک خبرو، کسی که زخو داشته باشه خلک خودشو میگیره، خلک خبرنشان تحت هم میگیره و اینا خلکه. و واقعا همین هم شدش، بسیه زمین هم همین شد که یهوشا کالب اینا خلکه، اون مرگلیم های اونا خلکه اونا رو گرفتن برای خودشون، زن منطقه بیشتری صاحب شدن، درست؟ و اینجا هم همینطور این شدش و در نتیجه پروتهم خودشون اصلا خودشون رو هم نیم کردن، یعنی مثل که اووردن ولی اصلا اجاب به هم کنه بود. خیلی نوسایت اتمو مثل آرون که نوسایت نوساو و برای اینکه خیوت کدوشا که توشون بود باعث شدش که اینا سنگین نباشن، که به دود نداشته باشن، درست؟ و این ما میبینیم این موضوع خط و جای دیگه میبینیم توی گمارای براخود میگه دفتاله که میخائل به اخت، گمارای براخود میگه من اولا صفحه داره پایین صفحه اونجا میگه که میخائل موقعی که بخواد بیاد یه کاری بکنیم تو این دنیا یه بار یه جهش داره، گبریل که گبوراست دو تا جهش داره، الیاهو به اربع و ملاخ موت هشتا، ملاخ موت بایستی هشتا جهت داشته باشه. یعنی چیزی که کافیه برای میخائل که یه دونه جهش، برای ملاخ هماوت بایستی 8 تا پری خود داشته باشه، 8 تا جهش داشته باشه، به خاطر اینکه کبدوت ملاخ هماوت ماوته و خیوت نداره، پس در نتیجه بایستی 8 تا پری خود داشته باشه. گفتیم مثل میوایی که این 8 تا آوردن، مثل خوشه انگوری که آوردن که بس اینا 8 نفر میشدن، یعنی زل اومد زه باید باشه، چون که خیوت کدوشا نداره، در نتیجه بایستی 8 جهش بکنه. و این چیزیه که میگه یه می بیکوره اناوین و بدون یود نوشته شده، که میگه با نون یود نوشته شده، ولی موقعی که میخواییم بگیم بیکوره اناوین که گفتیم ربشیم شما استرپالی میگه برو حروف قبلیشو ببین، یود حساب نمیکنه. چرا؟ چون اگه یود حسابش بکنی یود کدوشاست. مشربینو یود میگه، مشربینو میگه و یامی میزید میگه مواظب باشین حتما شما کدوشا بیارید، خیوت بیارین، کدوشا بیارین توی پروت و پسورت نخورین مثل بقیه اونایی که الان تو رسک کدش هستن. و از یود نوشته که این میشه کدوشا که ما گفتیم قبلن یود این یعنی کدوشا و اتا یگدلنا، یودی که پاراشای بزرگ نمیشه توی پاراشای نفته یگدلنا و یودی که باشه یهوشا اضافه شدش و یود یگدلنا و با این یودی که تو عناوین ما میبینیم این یود ممتیک کوخ سامخممه. اون شرابنو نگفت بهشون عناوین بدون یود، اینا بهشون گفت عناوین با یود، با یود خوبه. اون موقع ما سامخ میم الف نابد نداریم، اون موقع مناخه اسمش در نمیاد چون که یود اونجا داریم. و مشربینو مخصوصا توی تورات می نویسه عناوین با یود، چون که نمیخوایم که بگیم تحت تسلط سامخ میم. هاشم بهشون میگه من میخوام شما یود بذارین، وگرنه اگه یود نذارین اون موقع میشه سامخ میم. و ولی متاسفانه مرگلیم نخشل شدن و کدوشا نیوردن و شلیتای سامخ میم روشون اومد، سیتای سامخمه روشون اومد. و این چیزی ازش که یه مارای سوتام نمیسه اما ربیز خواد مسورت بیادنو ما با تاینو مرگلیم علشه معصه هم نیکرو. خیلی جالبه تو گمارای سوتام نمیسه میگه همه این مرگلیم اسماشون تو گمارا توی مدراش تنخومه هر کدوم از این اسما را روش دراشا میده، ولی توی گمارا میگه فقط یکی از اسمای اینا را ما میدونیم که دراشاشو، بقیهشو ما نمیدونیم. میگه ما مسورت بیادینو معبوتینو که مرگلین به خاطر معصیمشون این اسما بهشون داده شده، به خاطر کارهایی که کردن، کارهای خلافشون. میگه ولی فقط یکی شما داریم که اونم کی باشه؟ ستور بن میخائل. چرا ستور بن میخائل؟ میگه یعنی چه؟ میگه شساتر دواراب شل حکادش باروخو که حرفای هشم رو زدش رفت. ساتر یعنی که سوتر بود، سوتر یعنی که کانترادیکت کردش،
مخالفت کرد با اسمای هشم و این سودش سطور. بعد میخائیل شاسات مماخ، یعنی که خودشو افتاده کرد، خودشو انداخت پایین از راشه الفه اسرائیل به این مدرگای بالا، افتادش پایین، شدش یک مرگل، شدش یکی از اینایی که گناهکار شدش. ماخ اومد پایین و میپرسه رب موشه بروبسون، میگه چرا از همه این اسما، درست این دهتا، فقط ما این ناسی شبت آشر رو بادیوه شبت آشره، این درسته که روز گفتیم 11 همین قربانی شو برد تو خنوکت نسیم کنه، ولی این آشره، آشر میتونه روش هم باشه، اینو روش احتیاج به هنوا داره و میخائیل که سر اسرائیل باشه احتیاج به اسمش هست میخائیل، سطور بن میخائیل، اینو ابر یعقوب میگه. ولی اینجا یه موضوع دیگه داره به ما میگه، میگه توی گمارا به ما میگه سطور رفت ضد حرف هشم، میخائیل شنه اسم ماخ. و سوال اینجاست که چرا فقط این یکی رو ما یادمونه، توی گمارا فقط میاره، میگه به خاطر اینکه شما اگر ببینید اینجا میخواد به ما بگه که مرگلین اوتیوت قبل از سامخ مم آلف لامدو میان ممتق نکردن، یعنی ما میدونیم که اینو از لاگی با عمر یادمونه، درسته که پنی الوکیم، پنی الوکیم هایی توی میاد گفتیم میشه اسمی که توی منوراها نوشتن توی کنیسا، اینا ببینید پایینش نوشته خیلی وقتا آلف خاف دالد تت مم، اینا اوتیوت قبل از الوکیمه و گفتیم این اسم ممتق دینیمه و لامد گیمل وسطشه، همگه همش رو جمع بکنیم با الف و ممش میشه اون موقع 74، یای تو میاد که اد بیتخو بشم ادیال، پس یعنی میتوک هدینیمه، یک چیزی که گبورا هستش با اوتیوت قبلشه. شما حالا بیاییم ببینیم اوتیوت قبل از سامخ مم الف چی، الف لامد چی هستش، این هستش که قبل از سامخ میاد مم، قبل از مم میادش لامد، آلف که همون آلف میمونه و قبل از لامد میاد خاف و اینا رو با هم دیگه شما ببینید میشه میخائیل، یعنی اوتیوت قبل از سامخ مم آلف لامد همون اوتیوت چی هستش؟ میخائیل هستش. حتی یه نیشه بمگم درست و پس اینجا اوتیوت میمونه، ببخشید اینطوری میشه، دقیقه بذارید ازه بدین، بله قبل از ما گفتیم بیایم قبل از میشه نون، قبل از سامخ میشه نون، قبل از م میشه لامد، آلف همون آلفی مونه که قبلش چی نیست و قبل از لامد میشه خاف، میشه نون لامد آلف خاف، گمتریاش میشه، من گفتم خودش میشه ولی گمتریاش میشه دقیقا میخائیل، میخائیل مم یود خاف آلف آلف لامد که میشه 101 و اوتیوت قبل از سامخ مم آلف لامد هم شما ببینید که میتوک هستش گمتریاش میشه 101، دقیقا مثل اسم الوکیم که گفتیم اوتیوت قبلیشو میگه اریزان، میتوک هدینیم هستش که باشه آلف خاف دالت تت مم مم، اینجا هم همینطور، اینجا که میشه 74 این هم میشه 101 میشه میخائیل. پس و اینا بایستی از میخائیل استفاده میکردن، میتوک هدین میکردن که سامخ مم آلف لامد کارشو نکنه و اون موقع میشد میخائیل به اخت و نه به شمونه، متاسفانه این کارو نکردن، بایستی 8 نفرشون این کارو میکردن چون که میتوک هدین نکردن، بایستی 8 نفر این انگورو میبردن. پس بس اینجا میبینیم که به متاسفانه یعنی اشتباه رو کردن و تیکونشون چی بود؟ ما گفتیم توی پاراشا می نویسه که بایستی نیسو خیعین کردش، یعنی شما انگور آوردیم و بدی رسکودش رو گفتیم و الان میسوا میده هشم که روی قربانی ها یاین بریزیم، یاین از کجا میاد؟ از عناوین میادش که عناوین با تو کدوشاد یود داره، درسته عناوین کدوشاد یود داره و
این چیزی هستش که این نیسایون دهمی بودش، یود دهمیه که برابر با اکدو هستش، که این برابر نیسایون دهمی ابرام آوینو بود، نیسایون مرگلیم. و به خاطر همینه که میگه اکو اشر شما ابراهام بکلی، اکو اکو که متیاش میشه عناوین 172. یعنی کاری که ابرام آوینو کرد که گفتیم مقابل مرگلیم هست، ابرام آوینو نیسایون رو قبول کرد، قبول شد و اکو عناوینی که داشت با یود بودش و عناوین با یود نه سامخ مم الف لام به نذا سامخ مم الف کارشو بکنه و اینطوری تورا میگه اکو اشر شما ابرام بکلی و یعنی نیساین دهمی رو انجام داد که میشه عناوین با یود و نذا سامخ مم الف لام بشه. و همینطور هم برای کالب چی میگه مینیسه تورا؟ برای کالب هم تورا مینیسه کلمه و عبدی کالب اکب های تا روح اخرت ایتو بی مال اخرای میگه، یعنی اکب یعنی چون که عبدی کالب اونم همینطور 172 اکب که میشه که متریای عناوین با یود که شلموتشو داشت، یعنی با یود داشت و نذاشت که و قبول شد امتحان دهمی رو و نذاشت که این عناوین یودش بیفته و اون موقع به ما سامخ مم الف لام مد بده، به خاطر همینه که وارد ارث کدش میشه. و در زمان ما الان دیگه رب داره به زمان ما، زمان ماشیخ، قبل از اومدن ماشیخ، درسته ما بایستی بریم مثل ابرام آوینو باشیم، خدایی نکرده از مرگلیم یاد نگیریم. و که ابرام آوینو میدونیم که 10 تا نیسایون داشت و قبول شدش، تیکون بودش و این تیز تموز و آب هستش که تمیده برشم تو میگن که خیلی مهمه که آدم میتخزک باشه به عبوده تشه میتبارخ به سیمخا به هایا اکف تیشم اون اکف تیشم به هایا اکف موقع که زنان اکف رو داشته باشی، یعنی گفتیم متیوهای عناوین که برای اینو گفتیم برای هم کالب نوشته اکف هایتای روح اخر دیمو و یکی دیگه نوشته برای ابرام آوینو اکف اشر شما ابراهام به کلی، یعنی عناوین که متیوهای عناوین. و ما و این نسی و تیز اصر پامین بلو شامو بکلی، واسه نمیخواییم مثل ابنی دور حمید بار باشیم که هشم رو 10 مرتبه امتحان میکنن یود بلو شامو، ولی متاسفانه بار دهم یعنی دیگه حرف هشم گوش نمیکنن و نمیخواییم اونطوری باشیم. پس بایستی توی این مدت هم سیمخا داشته باشیم که به ما میگن تامیده برشم تو خیلی مهمه که نمیشته مثلا میشه نخنس آب مثل معتین به سیمخا تعمیده برشم تو میگم میدونی یعنی چه؟ یعنی موقعی که ماه آب میاد این موضوع های خوربان و غم و اندویی که ما داریم بسیار خوربان به تعمیق داشت و چطوری اینا رو این اولوت رو کمش میکنی به سیمخا، میشه نخنس آب معتین به سیمخا و به زد هشم اضافه بشیم به وهبتی که باشه گمتریای مکه متریاشه وهبتی، این که لاشون پنجمی که نوشته شده برای یتسیات مصرعیم که گمتریاش هم میشه ماشیخ بن داوید شیاوو بیماره به منو آمین.